سلام بچه ها، سوشارزه هستم. خیلی خوش اومدین به آخرین ویدیوی من از بازی ویچر 3 توی کانال. توی این ویدیو قصد دارم بهتون دک نورثن ریلمز رو در گونت معرفی کنم و بعدش هم بهتون میگم که با چه چیدمانی شانس برنده شدنتون بیشتر میشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب همونطور که میدونین به عنوان ویدیوی آخر از بازی ویچر 3 قراره بریم سراغ دک نورثن ریلمز و با یه چیدمان قوی که شانس برنده شدنمون رو در مچ بیشتر میکنه آشنا میشیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم که اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب و ویدیو مو لایک کنید. حالا بریم سراغ دک نورثن ریلمز. همونطور که تا الان متوجه شدین با استفاده از R1 و L1 و یا RB و LB در ایکس باکس میتونین دکتون رو به دک مورد علاقتون تغییر بدین. اما توی این ویدیو قراره درباره دک نورثن ریلمز که با این علامت مشخص میشه صحبت کنیم. خب اولین چیزی که قراره باهاش آشنا بشیم لیدر کارت هستن. شما هر دکی رو که انتخاب کنین میتونین به 4 تا لیدر کارت از همون دک دسترسی داشته باشین که هر کدوم یه کار متفاوتی رو انجام میدن. خب بذارین از اولین لیدر کارتمون شروع کنیم. با استفاده کردن از این کارت میتونین یک کارت مهر رو که میاد امتیاز تمام کارتهایی که در ردیف وسط قرار میگیرن و به یک کاهش میده به بازی بیارین. اما چون لیدر کارت بهتری هم وجود دارن پیشنهاد میکنم از این لیدر کارت استفاده نکنین. خب بریم سراغ لیدر کارت دوم. این لیدر کارت باعث میشه آب و هوایی که در مچتون ساکن هست به حالت اولش یعنی آفتابی برگرده. میشه گفت یه جورایی این کارت میاد اثر تمام کارت های آب و هوا رو خنثی میکنه. به خاطر همینه که به یه لیدر کارت معروف تبدیل شده. اگه حس میکنین نقطه ضعفتون بیشتر کارت های آب و هوا هستن میتونین این لیدر کارت رو با خودتون به مچ ببرین و از خنثی کردن کارت های آب و هوا لذت ببرین. خب بریم سراغ سومین لیدر کارت. این لیدر کارت میاد امتیاز تمام کارت هایی که در ردیف آخر قرار دارن رو دو برابر میکنه. من خودم توی مچ ها از این لیدر کارت استفاده میکنم چون در دک نورثن ریلمز تعداد کارت هایی که در ردیف آخر قرار میگیرن زیاده. پس پیشنهاد میکنم حتما یه بارم که شده از این لیدر کارت استفاده کنید. خب بریم سراغ آخرین لیدر کارت. این کارت قدرتمندترین کارت حریفتون رو که در ردیف آخر قرار داره به طور کلی نابود میکنه. البته در صورتی که جمع کل کارت های ردیف آخر دشمنتون به 10 و یا بیشتر رسیده باشه. از اونجایی که یه کارت توی دکمون هست که تقریبا همین کار رو انجام میده میتونین این لیدر کارت رو با خودتون نبرین. ولی به امتحانش میارزه. خب این بود از لیدر کارت ها و حالا میرسیم به چیدمان دک. به عنوان کارت اول پیشنهاد میکنم تمام جاسوساتون رو همراه خودتون ببرید چون امتیاز همشون برای جاسوس بودن مناسبه و به دشمنتون کمک زیادی نمیکنه. در ضمن میتونین این کارت های جاسوس رو در راندی بازی کنین که قرار خودتون رو ببازونین چون همونطور که میدونین با برنده شدن دو راند از سه راند گوئنت میتونین کلن اون مچ رو ببرید. پس یه راند میمونه که میتونین خودتون رو ببازونید. استفاده کردن از این کارت‌های جاسوس هم به راندی بستگی داره که قرار ببازین. پس دیگه نگرانی خاصی برای افزایش امتیاز حریفتون نداشته باشید. اما به عنوان کارت بعدی دیکوی یا همون مترسک رو پیشنهاد میکنم. چون با استفاده از این کارت میتونین یکی از کارتاتون رو که در مچ بازی کردین و حالا از بازی کردنش پشیمون شدین جایگزین کنید. یعنی اون کارت رو دوباره به دستتون برگردونین و به جاش یه مترسک قرار بدین. استفاده کردن از این کارت وقتی به دردتون میخوره که شما یکی از کارت‌های قدرتمندتون رو بازی کردین ولی با این حال امتیاز حریفتون همچنان از شما بالاتره و قرار دست و برنده شه. در این حالته که شما میان اون کارت قدرتمندی رو که میتونه توی دست‌های بعدی باعث برنده شدنتون بشه با این مترسک جایگزین میکنید. پس پیشنهاد میکنم حتما این کارت رو توی دکتون داشته باشید. خب به عنوان کارت بعدی این کارت لول 0 و ینفر رو پیشنهاد میکنم. چیزی که در بین این کارت مشترکه تواناییشون هستش. با بازی کردن هر کدوم از این کارت ها در راند آخر میتونین به انتخاب خودتون یک کارت رو از دکتون به بازی بیارین و درج بازیش کنین که به نظرم میتونه واسه تون مفید واقع بشه. خب به عنوان کارت بعدی هم این کارت ها رو پیشنهاد میکنم. همونطور که میبینین توانایی این کارت ها شبیه همه.
یعنی با بازی کردن هر دو تا کارت در یک راند میتونین امتیاز هر دو تا کارت رو دو برابر کنین. مثلا این کارت لول 5، اگر دو تا از این کارت رو در یک راند بازی کنین، امتیاز هر دو تا کارت به 10 افزایش پیدا میکنه، یعنی شما صاحب 20 امتیاز میشین که واقعا میتونه به برنده شدنتون کمک بزرگی بکنه. خب به عنوان کارت بعدی هم اژدهای افسانه‌ای رو پیشنهاد میکنم. اگه یادتون باشه گفتم یکی از کارتهایی که توی دکمون وجود داره تقریبا کار یکی از لیدر کارتامون انجام میده و اون کارت چیزی نیست جز اژدهای افسانه‌ای با امتیاز 7. این کارت علاوه بر اینکه 7 امتیاز رو به نفعتون ثبت میکنه، قدرتمندترین کارت دشمنتون رو هم که در ردیف اول قرار داره به طور کلی نابود میکنه. البته این در صورتیه که جمع کل کارت های ردیف اول حریفتون به 10 و یا بیشتر رسیده باشه. خب به عنوان کارت بعدی هم تمام کارت های قهرمانتون رو پیشنهاد میکنم، مخصوصا سیری که از بقیه کارت ها قدرتمندتره و توی بعضی از مچ ها میتونه یه تن کار رو جمع کنه. همچنین از اونجایی که این کارت ها کارت های قهرمان محسوب میشن، پس یعنی امتیازشون از 10 تکون نمیخوره. خب بریم سراغ کارت بعدی که این کارت هستش. با استفاده کردن از این کارت میتونین امتیاز هر ردیفی رو که دلتون میخواد دو برابر کنین. پس پیشنهاد میکنم حتما این کارت رو توی دکتون قرار بدین چون میتونه خیلی مفید باشه. همچنین به عنوان کارت بعدی دندلان رو هم پیشنهاد میکنم، چون با امتیاز 2 در ردیف اول قرار میگیره و امتیاز تمام کارت‌های اون ردیف رو دو برابر میکنه. چی از این بهتر؟ اما به عنوان کارت بعدی پیشنهاد میکنم کارت هوای آفتابی رو با خودتون ببرید. بعضی وقتا هستش که حریفتون تلاش میکنه با استفاده از کارت‌های آب و هوا بهتون فشار بیاره و اون دستو برنده شه. در این صورته که شما به یک کارت هوای آفتابی احتیاج دارین تا بیاد اثر تمام کارت‌های آب و هوا رو خنسا کنه و همه چیزو به حالت اولش برگردونه. به عنوان کارت بعدی هم سم رو پیشنهاد میکنم. با بازی کردن این کارت میتونین قدرتمندترین کارت اون مچ رو نابود کنین، یعنی حتی ممکنه کارت خودتون باشه. به طور کلی استفاده کردن از کارت سم وقتی به درد میخوره که قوی ترین کارت حریفتون از قوی ترین کارت شما قدرتمندتر باشه. در این صورت شما میتونین کارت سم رو بر علیهش استفاده کنین و کارت قدرتمندش رو از بازی حذف کنین. البته این کارت روی کارت قهرمان تأثیری نداره. خب واسه کارت بعدیتونم وزمیر رو پیشنهاد میکنم، چون از کارت های یونیت بازی محسوب میشه و از امتیاز خوبی هم برخوردار هستش. خب همونطور که میبینین برای گونت بازی کردن به حداقل 22 تا کارت یونیت احتیاج دارید. پس میتونین به عنوان آخرین کارت های دکتون این کارت ها رو بردارید، چون هم امتیازشون خوبه و همین که به جای ردیف اول و وسط در ردیف آخر قرار میگیرن. اینجوری مطمئن میشین که واسه تمام ردیف ها چند تا کارت قدرتمند دارید. خب به عنوان کارت آخر هم پیشنهاد میکنم قدرتمندترین کارتی که باقی مونده رو ببرید. مثلا من ترجیح دادم به عنوان آخرین کارت این کارت رو ببرم. خب به این ترتیب ما تونستیم یه چیدمان قدرتمند برای دک نورثن ریلمز بسازیم. آها، حالا وقتشه که از این استفاده کنیم. این کارت تواناییمون که سلکتش میکنیم. وای، چی گفتم این کارت لعنتی به درد نمیخوره؟ از آهنگ لذت ببرید. اصلا چه کاریه شما بیاد بازی رو برنده بشید؟ من نمیدونم چی شد. بس خب میرسیم به آخر ویدیو بچه ها. میدارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه و ستون مفید واقع شده باشه. اگه خوشتون اومده ممنون میشم کانال منو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک کنین و حتما نظراتتون رو واسم بنویسین. خیلی عشقین، منتظر ویدیو بعدی هم باشین و تا ویدیو بعدی که دیگه ویچر نیست، فرول.